حمله همزمان ایران و ترکیه به مواضع گروه‌های مخالف در اقلیم کردستان. در 60 دقیقه می‌پرسیم این یک زهره چشم از گروه‌های کرد بود یا آغاز حضوری وسیع‌تر در کردستان عراق. در ادامه برنامه امشب چرا کار بعضی شاخهای اینستاگرامی و روزنامه نگاران به ندامتهای مجازی می کشد؟ آیا دست نهادهای امنیتی در کار است؟ هر که ز هور پرسدت رخ به نما که همچنی، هر که ز ماه گویدت بام برا که همچنی، هر که پری طلب کند چهره. و همچنین امشب آهنگی را برایتان برای اولین بار پخش می کنیم با صدای میثاق مرادی و آهنگسازی محسن نامجو. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. حملات همزمان سپاه پاسداران و ارتش ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در اقلیم کردستان. بر اساس گزارش‌ها در پی آغاز عملیات ارتش ترکیه در اقلیم کردستان عراق، سپاه پاسداران هم از حمله به مواضع حزب دموکرات و کموله در کوهستان آلانه و حاجی عمران در نزدیکی مرزهای ایران خبر داده. ترکیه میگوید به مواضع حزب کارگران کردستان پکک حمله می‌کند و سپاه میگوید عناصر مسلح ضد انقلاب را هدف گرفته. این عملیات یک روز پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به ترکیه آغاز شده و آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده، تهران و آنکارا درباره این عملیات با هم توافق کردند. بغداد دیروز سفیر ترکیه را احضار کرد اما به جز این واکنشی نشان نداده. هنوز گزارشی درباره تلفات و خسارات وارد به منطقه منتشر نشده. اما ایران و ترکیه به دنبال چه هستند؟ بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم. اول گزارشی ببینیم از مرتضی فرهمت. عملیات ارتش ترکیه علیه پکک در خاک عراق این بار با تبلیغات زیادی همراه بوده. این عملیات بیش از یک سال پیش داخل خاک ترکیه با نام پنجه آغاز شد. گاهی هم البته به خاک عراق سرایت می کرد. وقتی علناً و با سر و صدا وارد آسمان عراق شدند، کلمه قارتال به معنی عقاب را هم به نام عملیات افزودند. این بار ارتش ترکیه به مقرهای پکک در کنار 8 روستای مرزی در دامنه کوههای خانپیر، جودی و گاره حمله کرده. به بمباران هوایی و آتشبار بالگرد و توپخانه بسنده نکرده، نیروی زمینی کماندویی هم به داخل فرستاده، نام عملیات را به پنجه ببر تغییر دادند. علاوه بر نوار مرزی، عملیات هوایی ترکیه متوجه عمق بیشتری شده. اردوگاه‌های پکک در نزدیکی سنجار در غرب کردستان عراق و مخمور در جنوب اربیل را هم هدف گرفته که سکونتگاه خانواده‌های نیروهای پکک است. اینجا ارتفاعات روستای آلانه در نزدیکی مرز کردستان عراق با شهرستان پیرانشهر ایران است. توپخانه سپاه پاسداران دیروز و امروز صبح هر بار 15 دقیقه مقرهای دو شاخه حزب دموکرات کردستان ایران و یکی از شاخه‌های کماله را در این تپه ها کوبید. سپاه پاسداران قبلا هم بارها همینجا و در جاهای دیگر در نوار مرزی همین کار را کرده. عملیاتش همچون عملیات ارتش ترکیه هیچ تازگی ندارد. در این روزها که عملیات ارتش ترکیه جریان داشته، هواداران پکک در شهرهای کردنشین سوریه به خیابانها می آیند و به آنچه سکوت بین المللی در برابر ترکیه می دانند اعتراض می کنند. به نظر می رسد تنها پکک است که ناراضی است. عملیات ارتش ترکیه بی هماهنگی نبوده. خاقان فیدان، رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه، میت، هفته پیش بغداد بود.
گفته می شود در نشستی که معاون برون مرزی وزارت اطلاعات ایران هم در آن حضور داشته، هر سه کشور ایران و عراق و ترکیه بر سر عملیات توافق کردند و با دولت اقلیم کردستان عراق هم هماهنگی شده. ایران جعرده و ترکیه جعثمانه. پکه البته بیشتر مشکل ترکیه است تا ایران، اما سپاه پاسداران بار دیگر فرصت را غنیمت دیده تا ضرب شستی هم به مخالفان مسلح کرد نشان بدهد که البته توان و تشکیلاتشان به هیچ وجه قابل مقایسه با پکه نیست. دولت اقلیم هم از سوی رابطه گسترده سیاسی و تجاری با ترکیه دارد و از سوی با ایران، هر دو را باید راضی نگه دارد. گذشته از اینکه پکه نیز رقیبی برای جریان‌های سیاسی حاکم بر کردستان عراق به شمار می‌رود. مرتضی فرهمند، بی بی سی. همکارم جیار گل از طریق اسکایپ با ماست. جیار، در وهله اول فکر می‌کنی که علت چیه که ایران این عملیات رو انجام داده؟ معمولا یک اتفاق میفته، ایران واکنش نشون میده. دقیقاً رانا، اگه ما به گذشته نگاه میکنیم، وقتی که عملیات هایی در داخل ایران انجام میشد از طرف نیروهای مسلح احزاب کرد ایرانی و معمولا هم نیروهای سپاه تلفاتی رو متحمل میشدن، ما میدیدیم یک عکس العمل از طرف سپاه پاسداران یا نیروهای ایرانی دیده میشد. اما این بار چیزی که جالبه، دقیقاً بعد از سفر آقای ظریف وزیر خارجه ایران به ترکیه این موضوع اتفاق میفته. به همین جهت این باعث شده در میان تحلیلگران مسائل کردستان و خود کردها که به این باور باشند که احتمالاً این حملات توپخانه‌ای ایران همزمان با حمله هوایی ترکیه به این کوهستان‌ها و بخصوص منطقه حاج عمران و مناطق آلانه، که ترکیه هم مثلا دیروز 2 ساعت قبل از اینکه ایران حملات توپخانه رو به این مناطق آغاز بکنه، ترکیه هم اونجا رو بمباران کرده بود. به همین جهت این به این شعبه دائما زده که ممکنه یک هماهنگی و یا توافقی بین ایران و ترکیه در مورد این حملات باشه. همینجوری هم که گفتم رانا، صحبت هایی که من داشتم با احزاب کرد ایرانی اون منطقه ای که توپباران شده، اگه یادتون باشه من 3 سال پیش اونجا رفتم و گزارش هایی از اونجا داشتم، هم حزب دموکرات کردستان ایران هم حزب دموکرات اونجا نیارن، اما اون کردستان ها بسیار صعب العبور، صخره ای هستش. به همین جهت توپ باران کردن اونجا به راحتی این نیست که بشه پایگاه های اونا ثابتی داشته باشن و هر وقت اون توپ باران بشه هدف قرار بگیرن. به همین جهت اونا مرتبا پایگاه هاشون رو عوض میکنن و بخصوص اینکه اگه از دیروز حملات یا ترکیه هم حملات رو شروع کرده باشه، مطمئنا اینا جابجا میشن. و من صحبتی که با برخی از مقامات این احزاب داشتن، اونا میگفتن هیچ تلفاتی نداشتن و نمیخواستن زیادم درباره اش صحبت کنن. چرا نمیخوان صحبت کنن؟ حقیقتا اینو آشکارا به ما نگفتن، ولی من با صحبتی با افرادی که در کردستان عراق بودن میگفتن نمیخوان این بر حال سر و صدا را بیفته تو مطبوعات. خب اگه سر و صدا را بیفته، باید دولت اقلیم کردستان یک عکس العملی رو به خاطر افکار عمومی خودش هم شده نشون بده که ترکیه و ایران دارن خاک کردستان عراق رو دارن بهش حمله میکنن. از یک طرف اگه عکس العمل نشون بدن، این میتونه مسائل سیاسی برای کردستان عراق داشته باشه، تحت فشار قرار بگیره از یک طرف از طرف ترکیه که شریك اقتصادی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای بارزانی، از طرف دیگه هم ممکنه ایران به این اونا فشار بیاره که خود ایران هم رابطه اقتصادی بسیار وسیعی با هر دو حزب حکومت اقلیم کردستان داره. به همین جهت فشارهای زیادی هم به احزاب کرد مسلح ایرانی هستش که از طرف خاک عراق، از طرف کردستان عراق به اونا که از طرف خاک عراق به اون منطقه حمله نکنن. فقط یه چیزی هم بگم، اون منطقه ای که ترکیه هم مرتب داره به اونجا حمله میکنه، من یادم سال 2005 ما اونجا بودیم، آتش بس شکسته بود، رفتیم با رهبر پیکاکا مصاحبه کردیم، اون موقع هم تحت بسا حملات هوایی و پهپادی به اونجا انجام میشد. در نتیجه مناطق خیلی صعب العبوریه. من نگاه کردم پیکاکا گفته بود ترکیه میخواد مناطق استراتژیک و قله های استراتژیک اون منطقه بخصوص هفتنین رو بگیره که بتونه اشراف نظامی بر کردستان عراق داشته باشه، تا اینکه بتونه قندیل کوهستانی که پایگاه پیکاکا اونجاست اون رو به کلی تصرف بکنه.
ژیار، خیلی معمول نیستش که ایران و ترکیه در مقابله با کردهای منطقه با هم همکاری داشته باشن. فکر می‌کنی علت چیه که این بار اگر که گمان زنی توافق و همکاری وجود داشته باشه، فکر می‌کنی علت چیه؟ در گذشته منافع دو کشور در همجهت بوده، قراردادهای امنیتی با هم بستن، اما خب خیلی وقتا هم ایران از کارت پیکاکا استفاده کرده برای فشار به ترکیه. حتی در سالها چندین سال پیش پیکاکا در ایران، در ارومیه، در تهران پایگاه بسا دفتر داشت و حتی زخمیاشون رو میفرستادن اونجا. ولی خب در چند سال گذشته میشه گفت به جرئت حداقل در یک دهه گذشته این ارتباطات کلا از بین رفته و به نظر میرسه منافع مشترکی دارن. احتمالاً ایران و ترکیه مسائلی که در سوریه هستش برای ایران بسیار مهمتر از مسائلی که با پیکاکا انجام میشه و احتمالاً دارن به حال ارتباطاتی هست. اما خب از طرف دیگه هم فراموش نکن همین 3 ماه پیش بود، در 31 مارس بود که به خط لوله گاز بین ترکیه و ایران حمله شد توسط شاخه نظامی پیکاکا، اونجا حمله شد و هنوزم تعمیر نشده و این یعنی تعطیلی بخشی از صادرات نفت ایران، یعنی پایین آمدن و کاهش درآمد نفت ایران. و احتمالاً هم ایران هم حمله میکنه، این فقط هدف نیروهای کرد ایرانی تو اون منطقه نیست، پیکاکا هم در اون منطقه است. شاید هم یک پیامی به پیکاکا باشه، اگه شما به منافع ما ضربه بزنی ما هم میتونیم برای شما مشکل درست کنیم و با ترکیه هماهنگ بشیم. به هر حال گفتم مسائل سیاسی منطقه است، نمیتونه فقط مختص به اون کوهستان حاج عمران باشه که ایران درگیر شده. قطعا مسائل سوریه، منافع ترکیه و سوریه و توافقاتی که با اونا هستن میتونه در تصمیمات دو کشور در موضعشون با برخورد با کردها، چه کردهای ایران چه کردهای ترکیه و عراق، تأثیر بگذاره. متشکرم ژیار گل. حقی اویغور قائم مقام مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از پایتخت ترکیه با ماست. آقای اویغور خوش آمدید به برنامه. شما فکر میکنید که ترکیه به دنبال چیست از انجام این عملیات؟ این عملیات همینطور که شما میدونید تازگی نداره. ترکیه سال هاست که عملیات گسترده ضد پیکک انجام میده. خیلی از این عملیات ها در داخل ترکیه، در سوریه هم هستش، بر ضد شاخه سوریه پیکک وای پی جی، اونجا هم عملیات های زیاد صورت گرفته. الان هم که جدیدن پیکک در شمال عراق داره تحرکات جدید پیدا کرده بود و ترکیه میخواست یک عملیات انجام بده که جلو اینا رو بگیره، چرا که در هفته های اخیر عملیات های ضد ترکیه پیکک خیلی بیشتر شده بود و اینا سعی میکردن از مناطق صعب العبور وارد ترکیه بشن و عملیات های تروریستی انجام بدن. ترکیه با این عملیاتش سعی میکنه که جلو اینا رو بگیره و اگه ممکن باشه حتی الامکان اونجا پایگاه های ثابت برقرار کنه که اون منطقه رو تحت اشراف خودش در بیاره که تا در آینده این چنین حملات تروریستی در داخل ترکیه صورت نگیره. آقای اویغور اشاره کردین به پایگاه های ثابت، بحث تمامیت ارضی عراق. امروز وزیر خارجه امارات متحده هم اشاره کرده بود که انجام چنین عملیاتی در واقع تجاوز به تمامیت ارضی عراق. آیا این عملیات یا این برنامه بلند مدتی که به نظر میاد ترکیه دنبالشه با چراغ سبز بغداد داره انجام میشه؟ احتمالاً بله، با چراغ سبز بغداد اینا انجام میگیره، چرا که همینطور که شما هم اشاره کردید هفته پیش رئیس اطلاعات ترکیه در بغداد بود و اونجا جلسات برگزار شده و احتمالاً اینا از برنامه ترکیه خبر داشتن. همینطور که میدونید در 40 سال گذشته این اولین بار نیست، تقریباً اولین بار در سال 87 میلادی حملات ترکیه تقریباً 35 سال پیش صورت گرفته بود در شمال عراق. چون حکومت مرکزی عراق حتی اقلیم کردستان بر مناطق مرزی ترکیه حاکم نیست، لذا نیروهای ترکیه مجبورن وارد اون مناطق بشن، عملیات ها رو انجام بدن و برگردن. اما متاسفانه هر بار که نیروهای نظامی برمیگرده داخل ترکیه، اونجا دوباره چون یک حاکمیت مرکزی وجود نداره، تروریست‌های پیکک دوباره اونجا وارد میشن. تا زمانی که در مرز سوریه، در مرز عراق حکومت‌های مرکزی قدرت رو پیدا نکنن که کاملا مرز رو نگه دارن، من فکر میکنم ترکیه اینچنین عملیات رو ادامه خواهد داشت. نه اینکه به خاطر اینکه ترکیه میخواد تمامیت ارضی اونا رو زیر سوال ببره، اما به خاطر اینکه امنیت مرزی خودش رو برقرار بکنه. فکر میکنید علت سکوت احزاب کرد چی میتونه باشه؟
خب اینم خیلی روشنه، چون اینا میدونن با ترکیه روابط نزدیکی دارن، روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی، و میدونن که ترکیه اونجا چشم دوخته نداره و مشکل ترکیه فقط پیکک است. ترکیه بارها گفته اگه شما میتونید پیکک رو از اونجا تصفیه کنید ما آمادیم به شما کمک بکنیم. اما هر وقت که ترکیه چه در نزد حکومت مرکزی بغداد چه در نزد اربیل این صحبت رو کرد، اونا گفتن که ما توان این کار رو نداریم، لذا شما هر وقت تونستین این کار رو بکنید. البته طبیعی هست که از لحاظ رسمی اینا واکنش های نشون بدن، همینطور که میدونیم سفیر ترکیه رو در بغداد وزارت خارجه عراق احضار کرد و شکایت کرد، اما میدونیم که در عمل اینا خیلی ناراضی نیستن، چرا که پیکک بالاخره یک گروه مسلح است و عراقی هم نیست و اونجا هم هیچ کشور حاضر نیست گروه های مسلح با تعداد هزاران نفر در داخل یک کشور قرار بگیره. همینطور که میدونیم PKK در مرز از بین مردم جمع‌آوری میکنه، پول جمع میکنه، حتی نیرو جمع میکنه و گاهی مردم محلی را هم میدونیم که میکشه، لذا اونا هم برای اونا هم این خوشایند هست که PKK اونجا تضیف بشه و مشکل ترکیه برطرف بشه. آقای قور، مسئله وضعیت جغرافیایی اونجا هم هست، همونطور که ژیار گل اشاره کرد، مناطق کوهستانی صعب العبور، اساساً چقدر امکان این هستش که بشه با نیروهای PKK در چنین جغرافیایی مقابله نظامی کرد؟ این خیلی سخته. اگه خیلی سخت نبود که 40 سال طول نمی‌کشید. عرض کردم اونجا واقعا نظام جغرافیایی خیلی سخته و امکانات خیلی پیشرفته ای میخواد، مخصوصا امکانات هوایی که در سالهای اخیر در ترکیه پیشرفت چشمگیر داشت، به ویژه پهپادهای مسلح اینا. البته به خاطر این گفتم در آغاز صحبت‌های خودم که ترکیه ممکنه اونجا پایگاه‌هایی بسازه. ما همین الان در شمال عراق کلاً تقریبا 20 تا پایگاه داریم، اما بیشتر در مناطقی هستش که طرفای هفتونین اینا نیستن. اون طرف خیلی کوهستانی است، ترکیه تا حالا نتونسته بود نفوذ کنه. اما من فکر میکنم این عملیات ها موقت نباشه، این دفعه خیلی بلند مدت تر باشه و بعد از پاکسازی اونجا پایگاه های سخته باشه که دیگه نیروهای PKK نتونن به راحتی این طرف مرز بیان. این چقدر طول بکشه، چقدر نیرو برداره، من مطمئن نیستم، ولی فکر کنم عملیات های ترکیه که از دیشب پریشب شروع شده و 81 بار هدف حملات هوایی قرار گرفته، این نشون میده که یک عملیات بسیار گسترده از مرز ایران، از کوههای قندیل گرفته تا مرز سوریه تا سنجار، این نشون میده که ترکیه یک برنامه خیلی گسترده را پیاده کرده با هماهنگی ایران، عراق، و فکر میکنم ترکیه اونجا موندگار باشه. پس با این حساب عملا ترکیه در سوریه کماکان در مقابله با نیروهای پیگه و در شمال عراق در مقابله با پیکه فکر میکنید که میخواد حضور نظامی داشته باشه، اما این در طولانی مدت چقدر ممکنه؟ در چه بازه زمانی ترکیه میتونه به این حضور نظامی در کشورهای همسایه ادامه بده؟ عرض کردم تا زمانی که قدرت‌های مرکزی این کشورها قدرت پیدا کنند، در عراق و در سوریه. ترکیه میدونه که مشکل کردی را نمیشه تنها از طریق سلاح و عملیات‌های نظامی برطرف کرد، اما تا زمانی که PKK از این عملیات دست بر نداشته و ادامه میده به ترور سربازان ترکیه، غیر نظامیان ترکیه، ترکیه این عملیات‌ها را مجبور ادامه بده. اما اگه فردا شرایط عوض شد، یک جوی جدید باز آمد، یک مصالحه جدید بین ترکیه و شاخه‌های سیاسی اگه PKK صورت گرفت، اون موقع میتونیم که این عملیات‌ها هم خیلی کمرنگ پیدا میکنه، کمرنگ میشه. متشکرم. حقی اویغور، مقام مرکز مطالعات ایرانی آنکارا. ما تلاش میکردیم که یکی از مقام‌های پیشین پارلمان کردستان و عراق رو هم داشته باشیم، اما متاسفانه به دلیل مشکل اینترنت در اقلیم کردستان ارتباطمون برقرار نشد. به گفته وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 120 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و بیشتر از 2600 بیمار جدید شناسایی شده. این چهارمین روز متوالی است که آمار روزانه قربانیان از 100 نفر بیشتر است. آمار کل مبتلایان هم در روزهای اخیر با روندی کمابیش ثابت رو به افزایش بوده و به نظر می‌رسد موج دوم کرونا در ایران آغاز شده باشد. با این وجود ظاهراً از سفرهای تفریحی و کاری ایرانیان و شلوغی اماکن عمومی کم نشده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. با اینکه تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران بیشتر شده، اما احتیاط یا استراب در جامعه
به همان میزان افزایش نداشته. وقتی من اون موجی از جامعه رو میبینم که مثلا یا بدون ماسک میان یا رعایت نمیکنن، خب منم میگم خب حتما شاید مشکلی پیش نمیاد. باور دارین کرونا رو؟ نه به طور جدی، چون ندیدیم. دل خودی صاف بود، نه کرونا هیچ بشه. کرونا که دل و اینا نمیشناسه، ویروسیه که میاد خیلی میشناسه. بیخیالی هایی که در میانه موج دوم امروز حداقل 6 استان ایران را در وضعیت قرمز قرار داده. استان هایی که قرمز هستند در حال حاضر خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان، کردستان و کرمانشاه. شاید سخنگوی وزارت بهداشت 4 استان دیگر را که وضعیت قرمز دارند از قلم انداخت. مثلا بوشهر که ظرفیت آزمایشگاه‌هایش برای تست کرونا پر شده. یکی از استان‌های قرمز کردستان است که 500 مبتلا به کرونا را بستری کرده. 80 نفر آنها در ICU. معاون وزیر بهداشت ایران امروز در کردستان بود. البته استان کردستان و اکثر این استان‌ها در ماه‌های گذشته به قله نرسیده بودند و الان به قله می‌رسند. استان هرمزگان هم به اوج شیوع رسیده. تعداد قربانیان در هرمزگان نسبت به اول خرداد 4 برابر شده. حالا نزدیک به 130 نفر. روندی که در مقیاس ملی و سراسری هم افزایش های 4 برابری را نشان می دهد. طی 24 ساعت گذشته 120 نفر از هموطنان عزیزمون را از دست دادیم. تعداد کشته های رسمی کرونا در ایران احتمالاً به زودی به 10,000 نفر برسد. اما حالا هوای مردم هیچ شباهتی به روزهای پر استراب اسفند پارسال ندارد. مسافرت‌های شهری فقط در یک روز گذشته 13% بیشتر شده. پلیس راه آماده ولی متعجب است. از روز گذشته ما شاهد افزایش تردد در اغلب محورهای مواصلاتی کشور بودیم. ما هم روز گذشته و هم امروز ناچاراً در واقع جاده چالوس رو یک طرفه از مسیر جنوب به شمال اعمال کردیم. علاوه بر سفرها و رفت آمدهای بیشتر، خیلی از مردم به طور نیمه مخفیانه و زیرزمینی مراسم عزا و عروسی برپا می کنند و در خیلی موارد تاوانش را هم می دهند. ما می بینیم که در بعضی استانها که خصوصیات محلی بیشتری دارند، بعضی مراسمها، بعضی عروسیها، بعضی مراسم عزاداری ها برگزار میشه. ما مورد داشتیم در یک استان که فقط 120 نفر از یک مراسم عروسی مبتلا داشتیم. ایران یکی از چندین کشور دنیاست که شاهد موج دومی از گسترش ویروس کرونا است و ایرانی ها هم مثل خیلی از مردم همان کشورها از محدودیت ها و قرنطینه خسته شدند. دولت ایران هم مثل دولت های آن کشورها با چالشی مدیریتی روبروست. 3 وزیر بهداشت سابق ایران به حسن روحانی نامه نوشتند و از او خواستند در سیاست‌هایش بازنگری کند. اما در متن این نامه توضیح داده نشد چه سیاست‌هایی باید بازنگری شوند. حرف‌های مسئولان و سیاست‌ها بر روی کاغذ مشکل‌دار به نظر نمی‌رسند. اما در مرحله عمل است که مسئولان و مردم عادی محک می‌خورند. سیاوش اردلان، BBC. در روزهای گذشته پست‌هایی از افراد سرشناس ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ظن و گمان درباره اعمال فشار از سوی نهادهای امنیتی بر بعضی روزنامه‌نگاران، وکلا و هنرمندان را تقویت کرده. در این پست‌ها نویسندگان از آنچه پیشتر در فضای مجازی منتشر کردند ابراز ندامت کردند و گفتند تابع مقررات و ارزش‌های جمهوری اسلامی هستند. مریم افشان گزارش می‌دهد. این روزها بازار عذرخواهی مجازی داغ است. حتما هم قرار نیست کسی کار سیاسی کرده باشد و یا مخالف حکومت حرفی زده باشد. وقتی این کلیپ در صفحه اینستاگرام علیرضا بنی هاشمی، معروف به علیرضا، منتشر شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد که دو خواننده این کلیپ که ترانه شب رویایی از آرون افشار را در نقش شوهری چاق و همسرش بازخوانی کردند، به فاصله چند روز مجبور به عذرخواهی شوند. آقای بنی هاشمی نوشت از کسانی که ویدیو را مغایر با موازین و اعتقادات اسلامی می‌دانند عذرخواهی می‌کنند. مریم کیانزاده هم دقیقاً پستی با همان مضمون و با عنوان بدون شهر منتشر کرد. کامنت های هر دو پست اینستاگرامی بسته است. ای تو همه خواهشم، توی آرامشم.
گفته می شود دلیل این عذرخواهی چند ثانیه تکخانی خانم کیانزاده در این ویدیوست. بی بی سی فارسی در گفتگو با روزنامه نگاران و هنرمندانی که نخواستند نامشان فاش شود دریافته که تعدادی از آنها در روزهای گذشته با تماس تلفنی و احضار نهادهای امنیتی مواجه شدند و درباره پست‌های توییتر و اینستاگرامشان تذکر دریافت کردند. این صفحه پرستو صالحی بازیگر سینما و تلویزیون است. با انتشار عکس‌ها و توضیحاتی نوشته که به خاطر حضور در مراسم تشییع قربانیان سقوط هواپیمای اوکراین و همینطور پست‌های اینستاگرامش احضار و با قید وثیقه آزاد است. پستی با عنوان این آخرین جرم من است. امروز نترسیدم، تمام شدم. موقعی که برای وثیقه جواز کسب و سند خواستن ازم برای اینکه بازداشت نشم موقتاً و من نداشتم، اون لحظه تموم شدم. شاید هنوز باورم نشده بود که انتقاد، اعتراض و مطالبه‌گری جرم بزهه و من بزهکار. از امروز به خاطر تنهایی خودم سکوت میکنم. به حرمت موی سپید مادرم سکوت میکنم. به خاطر تپش‌های قلب برادرم سکوت میکنم. این هم صفحه ارژنگ امیر فضلی هنرپیشه. او در پستی نوشته مقررات نظارت بر تلویزیون و جامعه کم کم بر فضای جامعه هم اعمال می شود و چون نگران فالوئرهایش است کامنت زیر پستهایش را می بندد. هنرمندان و چهره های زیاد دیگری هم در روزهای گذشته امکان کامنت گذاری فالوئرهایشان را بستند. در توییتر هم اوضاع بهتر از اینستاگرام نیست. این توییت مژگان جمشیدی روزنامه نگار حوزه محیط زیست است. چون در این کشور زندگی می کنم تابع قانونم. اگر بعد از صدور رأی دادگاه محیط زیستی ها در آبان 98 توییت یا ری توییتی داشتم که شایبه عدم احترام به رأی دادگاه را ایجاد کرده، اصلاح می کنم که به رأی دادگاه احترام می گذارم. همین توییت توسط زینب رحیمی خبرنگار حوزه محیط زیست ری توییت شده که در بخشی از آن آمده همه سکوت می کنیم اما بدان سکوت سرشار از ناگفته هاست. گویا فشار فقط به روزنامه نگاران نبوده و بعضی وکلا هم باید اذعان می کردند به رأی دادگاه احترام می گذارند. از جمله محمد دستماه که او هم نوشته مرجع نهایی تشخیص امور دادگاه است. گاهی هم فشارها فقط به اجبار برای نوشتن عذرخواهی و یا تذکر تلفنی و یا حضوری ختم نمی شود. مانند فشار بر خانواده قاسمزاده که بسیاری آنها را در اینستاگرام می شناسند. این روزها مهین ترابی مادر خانواده در صفحه اینستاگرامش از فشار بر خودش و سه پسرش می گوید. مادر و دو پسر با قید وثیقه آزاد هستند اما سالار از بهمن ماه در زندان فشافویه به سر می برد. در این پست خانم ترابی می گوید هر کدام به 6 سال حبس محکوم شدند. خودم، همسرم دینمون رو ادا کردیم ما. مخصوصا همسرم به این مملکت دینش رو ادا کرده. 55% جانبازه. مریض احوال نبوده سالها، به تنهایی بار زندگی رو به دوش کشیدم. شاکی خصوصی که نداریم اما در پشت این پرده یه کسی حالا شاید خیلی قویه. از قیافه بچه من خوشش نیومد. از قیافه آقا سالار خوشش نیومده. اومده یه همچین مشکلی برای خانواده ایجاد کرده. 6-7 ماهه. تو این 4 سال اگر ظاهر آقا سالار خوب نبوده یا آقا سامان یا آقای سپر یه بایی تذکر آقا جان این خالکوبی هایی که شما زدی زیاد قشنگ نیست، الگو برداری میشه. این هم صدای سالار قاسمزاده از زندان. من تو این دنیا کسی که ظاهر ما بجا داشتن توشون خوب نهدی مادر، ولی ما اقلا سعی کردیم تو این ظاهره بعد اقلا انسان خوبی باشیم مادر. دیوپامون تابلو بوده چون نمیدونن نمیشناختنمون چون فلان بودیم قبولمون ندارن دیگه، چون شبیه نیست. اینها نمونه هایی از ده ها مورد فشار بر کسانی است که در فضای مجازی شناخته شدند، صدا دارند و نگاه و عقایدشان با نگاه حاکم بر جمهوری اسلامی یکسان نیست. این فشارها حکایت از آن دارد که گویی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به دنبال القای نگاهی یک دست هستند، این بار در فضای مجازی. نگاهی که حکومت می‌خواهد بر کل جامعه تسری یابد و تا به بعضی تفاوت‌های فردی و عقیدتی شهروندانش را هم ندارد. شهروندانی که شاید خیلی هم گوششان بدهکار فشارها و بگیر و ببندها نیست و راه خود را می‌روند. مریم افشنگ، بی بی سی.
در چند هفته گذشته اخبار قتل دست کم 3 زن به دلایل ناموسی در ایران خبرساز شده. ریحانه عامری زن جوانی است که 2 روز پیش در کرمان توسط پدرش به قتل رسید. پلیس کرمان اعلام کرده اصابت یک میله آهنی که پدر ریحانه به سمتش پرت کرده بود باعث مرگش شده. نزدیک به 1 ماه پیش هم قتل رومینا اشرفی که پدرش کشته بود خبرساز شد. همزمان در آبادان خبری از قتل یک دختر 19 ساله به نام فاطمه برهی منتشر شده، دختری که به دست همسرش که پسر عموی او هم بوده به قتل رسیده. فاطمه نمیخواسته زن پسر عمویش شود. اما همه آنهایی که به نام ناموس و غیرت با رفتار خشونت‌آمیز نزدیکانشان مواجه میشوند جانشان را از دست نمیدهند. بسیاری در سکوت و بیکسی شکنجه میشوند. قربانیان خشونت ناموسی چه کار باید بکنند؟ برای گفتگو در این زمینه دیانا نامی، بنیانگذار سازمان حقوق زنان ایرانی و کرد از لندن با ماست. خانم نامی، خوش آمدید به برنامه. در روزهای گذشته زیاد راجع به خلأهای قانونی و حقوقی در ایران صحبت کردیم، اما درباره اینکه قربانیان چه کار باید بکنند، زنانی که به واسطه زن بودن، به واسطه دختر بودن، مورد خشونت پدر، برادر و افراد دیگه مرد در خانواده قرار می گیرند، اونها با توجه به خلأهای قانونی در ایران چه کار میتونن بکنن؟ متاسفانه اینکه خلأ قانونی مسئله جدی هست و باعث میشه که امکاناتی که بتونن زنان حمایت و پشتیبانی بگیرن وجود نداره. این حتی این وضعیت رو برای زنان خیلی غیر قابل تحمل تر میکنه و فشار و امکان جرایم و جنایات بیشتری رو به مردانی که واقعا جنایتکار باید قلمدادشون کرد و گفت و جنایت میکنن، این فرصت رو به اونا میده. من باید بگم که مردم در ایران نباید تحمل کنن، زنان در ایران نباید تحمل کنن. این رو به همه کسانی میگویم که در همسایگیشون یک مرد جنایتکار که قاتل زنش یا دخترش یا مادرش یا خواهرش است، که در کوچه‌شون، در خیابونشون، در همسایگیشون یک آدم جنایتکار میبینن، به چشم قاتل به اون نگاه کنن و اونا رو تشویق نکنن. نه تنها تشویق نکنن اونا رو، بلکه ایزوله کنن و به تنهایی بکشون، رسواشون کنن تو جامعه. متاسفانه زنان باید خودشون مخصوصا به همدیگه کمک کنن و کاری که من میتونم بگم که باید بکنن همه جامعه و تمام کسانی که قلبشون برای زندگی انسانی میتپه، باید علیه جمهوری اسلامی اینجا تظاهرات کنن، اقدام کنن، اعتراض کنن و بخواهن که این قانون ضد انسانی رو واقعا از بین ببرن و از قاتل حمایت نکنه، بلکه از مقتول و یا کسانی که در خطرن پشتیبانی کنه، به اونا امکانات زندگی و خونه امن بده، اونا رو تحویل خانواده‌ای که قراره بکشن ندن. و این خیلی مهمه. جمهوری اسلامی همدست و پشتیبان قاتلین بوده. دختران باید مواظب همدیگه باشن، خواهران، زنان، و از همدیگه کمک بخوان. شاید اینطور بشه کاری کرد. متاسفانه در ایران ما سازمانی رو نمیشناسیم مثل سازمان ما که در انگلیس کار میکنه، یا میشناسیم ولی متاسفانه افرادشون به خاطر اینکه به خانمهای شبیه اینایی که کشته شدن کمک کردن، دولت اونا رو دستگیر کرده و تو زندانن و یا حکمایی دارن که نمیتونن زیاد کمک کنن. یعنی فضا اصلا برای کمک به این خانما سخت و تنگه. خانم نامی، نقش مادرها چیه در این زمینه؟ فرزند هستن زنانی که اعلام میکنن که زمانی که مورد خشونت، فرزند آزار و اذیت یا کتک خوردن از جانب برادر بزرگتر و حتی برادر کوچکتر قرار میگیرند، مادر استقبال میکنه و احساس میکنه که پسرش مرد شده و داره از روی غیرت دخترش رو کتک میزنه. مادر چه کار باید بکنه در چنین شرایطی؟ متاسفانه این فرهنگ خیلی غلط و خیلی بد و زشتیه که تو جامعه ایران گسترش پیدا کرده و در ظرف 40 سال گذشته این فرهنگ رواج پیدا کرده. مادر باید با احساس مسئولیت به زندگی دخترش برخورد کنه و اجازه نده پسر کوچک، پسر بزرگ و یا شوهر و یا پدر بچه ها از دختر، از رنج و شکنجه دختر خوشنود باشن. این یک کار غیر انسانیه. غیرت چیز بی‌معنایی، غیرت
غیرتی که بخواد جنایت کنه کجاش غیرته، کجاش انسانیته؟ مادر نباید از این حمایت کنه و نباید این اجازه رو به هیچ مردی در خانواده بده. اینم بگم که خیلی وقتا خود مادران وقتی که از دخترشون دفاع میکنن، خودشون باز هم طعمه همون قتل ناموسی و طعمه قاتلانشون، حالا پسرشون باشه یا شوهرشون باشه، قرار میگیرن. ولی به نظر من باید مقاومت کرد. به نظر من هیچ زنی نباید از کشتن زن دیگری دفاع کنه، هیچ انسانی نباید این کار رو بکنه. خانم نامی، اشاره کردید به سازمانی که شما اینجا از بنیانگذارانش هستید. شما چه کمک هایی ارائه میدید فرزند به زنانی که مورد خشونت ناموسی قرار میگیرن و به شما مراجعه میکنن؟ چه کمکی میتونن از شما بگیرن؟ ما چون سازمانمون در انگلیسه و خیلی کمپین های بزرگ را انداختیم که قتل ناموسی به عنوان قتل عمد در انگلیس و کشورهای اروپایی و بقیه کشورهای آمریکا و شناخته بشه، این موفقیت بسیار بزرگی بوده برای ما. ما ازدواج اجباری رو در اینجا دوباره جرم فشار آوردیم به دولت که اون رو جرم و غیر قانونی اعلام کنه و حالا کمپینی که داریم ازدواج کودکانه. تمام اینها کمک میکنه به زنان که خود حمایتی از طرف دولت داشته باشن. دولت کمک میکنه به سازمانهای مثل ما و یا سازمانهای چارتی دیگه، سازمانهای خیریه دیگه کمک میکنن که ما بتونیم خونه امنی رو که داریم برای خانما حفظ کنیم و نگه داریم. در اینجا چیز خوبی که هست اینه که دولت حمایت مالی و مسکنی از خود خانما میکنه. یعنی خانمی که در خطر قتل ناموسی و نمیتونه تو خونه خودش بمونه، به خونه های امن پناه میبره و یا دولت به اونا خونه میده و از اونا حمایت میکنن، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ جانی. و هر کسی، حتی افراد خانواده، اگر از 200 متری اونا رد بشن به جرم این که امنیت اونا رو به خطر انداختن، میتونن اونا رو دستگیر کنن و به زندان بیاندازن. و مسئله مهم دیگه این که چون قتل ناموسی به عنوان قتل عمد اینجا شناخته شده و هیچ پشتیبانی و حمایتی از طرف دولت و یا از جانب هیچ ارگان دیگه ای نداره، در نتیجه قاتل اینجا به عنوان قاتل شناخته میشه و به حکم حبس ابد در اینجا محکوم میشه. چون اینجا اعدام نیست خوشبختانه، ولی بالاترین مرحله اون حبس ابد و اونا به حبس ابد محکوم میشن. چه یک نفر باشه قاتل و چه ده نفر، همه اونها شامل این حکم میشن. سپاسگزارم. دیانا نامی، بنیانگذار سازمان حقوق زنان ایرانی و کرد در لندن. مشکل آب آشامیدنی خوزستان مشکل امروز و دیروز نیست. سه هفته پیش در قیزانیه که نزدیک مرکز خوزستان است، اعتراض‌ها به نبود آب آشامیدنی به خشونت کشیده شد و نام این بخش کوچک را به سرخط خبرها آورد. مسئولان قول دادند سه هفته‌ای مشکل را حل کنند و ظاهراً هم سر حرفشان ماندند. فاز اول آبرسانی سر موعد افتتاح شد، اما گزارش‌هایی که به دست بی بی سی فارسی رسیده و بعضی خبرهایی که در رسانه‌های داخل منتشر شده، همه حاکی از آن است که قیزانیه هنوز آب ندارد. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. آب 24 ساعته کجاست؟ آب 24 ساعته روستای گرعیه، بخش قیزانیه، همش دروغ آقا. قیزانیه 25 خرداد. کجاست آب؟ همش آقا تبلیغه که ما رفع تکلیف کردیم آب بهشون دادیم، والله آب بهمون ندادن. همون سیر قبلیه، یه روز میاد یه نیم ساعت، در روز آب نیست. ساکنان میگویند مشکل آب کماکان باقی است. یک روز بعد از افتتاح فاز اول آبرسانی به این بخش از شهرستان اهواز در استان خوزستان، خطوط رو کامل بازسازی و نوسازی کردیم و پرت آب رو به حداقل رسوندیم. دقیقاً سه هفته پیش از این واقعه سوم خرداد ماه که معترضان جاده اهواز به رام هرمز را بستند. قیزانیه و البته بسیاری دیگر از نقاط استان خوزستان دهه هاست که با مشکل نبود آب آشامیدنی دست و پنجه نرم می کند. استانی که به گفته مسئولان بین 30-40% آبهای سطحی ایران در آن جاری است. و البته گنجی از طلای سیاه هم زیر پای خود دارد. در خوزستان تقریباً از هر جایی فقط چند کیلومتر به هر سو که بروید به یک میدان نفتی یا پتروشیمی می‌رسید. قیزانیه هم در میانه میدان‌های نفتی کارون و مارون و منصوری و
و پتروشیمی رازی قرار دارد. ساکنان این استان ثروتمند اما در اغلب نقاط یا به آب لوله کشی دسترسی ندارند یا آب آشامیدنیشان کیفیت ندارد. گاهی بسته به شرایط آب و هوا آب دریا با رودهای استان می آمیزد و آب آشامیدنیشان شور می شود. و گاهی هم مثل قیزانیه لوله های قطور و پرشمار انتقال نفت جا را برای لوله کشی آب تنگ می کنند. در نبود دسترسی به آب لوله کشی و سیستم دفع فاضلاب، ساکنان قیزانیه با خطر انواع بیماری های عفونی مواجهند. با اینکه نزدیک رودخانه هستند اما آبی که دام‌ها از آن عبور می‌کنند برایشان تنها به کار کشاورزی می‌آید و نه آشامیدن. جز در اندیمش که آب گوارایش در استان معروف است، حتی اهوازی‌ها در مرکز استان با مشکل آب روبرو بودند. ساکنان بسیاری از نقاط بارها برای بهبود وضعیت اعتراض کردند. اعتراض سوم خرداد قیزانیه اما نام این بخش کوچک خوزستان را به سرخط خبرها آورد. شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان میگوید بخش قیزانیه که شامل دو دهستان قیزانیه و مشرحات است، تنها حدود 4500 متر مکعب آب در شبانه روز نیاز دارد. مسئولان قول دادند سه هفته ای مشکل را حل کنند. قول دادیم به مردم که بین 50 روز تا 60 روز فاز به اصطلاح نهایی رو هم تکمیل کنیم و به بهره برداری برسونیم. ان شاء الله این در دستور کارمون هست. این روستا ما که آب نداره، نگاه کنید آب نداره. دیروز اومد ولی که اومد همش گل بود. اینجا روستای ما جز 12 تا روستاییه که باید همش باید آب داشته باشه. شیر آب وقتی بازش کنی باید آب داشته باشه. الان نگاه کنید این چیه. با اینکه دو ماه تا تکمیل هر سه فاز آبرسانی باقی مانده، اما حالا ساکنان میگویند در همان مناطقی که قرار بود از فاز نخست آب داشته باشد، مشکل کماکان باقی است. خوزستانی ها گلایه دارند. میگویند هنوز زخم جنگ از تن این استان نرفته، اما سهمشان از ثروت خود استان شده ریزگرد، کم آبی و آلودگی صنعتی. حالا با بیمومیت پیگیر قول تازه مسئولان برای حل مشکل آبرسانی ماندند. شبنم شبانی، بی بی سی. و از امروز بعد از 100 روز وقفه، مسابقات یکی از پربیننده ترین لیگ های فوتبال دنیا، لیگ برتر انگلستان، از سر گرفته شد. برای اینکه لیگ امسال به سرانجام برسه باید ظرف 40 روز آینده 92 بازی برگزار بشه. مثل بسیاری از لیگ های جهان، این رقابت ها هم البته فعلا بدون تماشاگر برگزار میشه و بسیاری از مقررات قدیمی هم به علت شیوع کرونا عوض شده. پوریا جعفری خبرنگار ورزشی ما گزارش میده. بعد از هفته ها خانه نشینی برای جلوگیری از شیوع کووید 19، بریتانیا در حال بازگشایی است. تجارت ها و مغازه ها دوباره پذیرای مشتریان هستند. همه اما باید با شرایط جدید کنار بیایند. آداب جدیدی که حالا قسمتی از زندگی روزانه مردم اینجا شده و فوتبال هم از این قاعده مستثنا نیست. فشار اقتصادی بحران کرونا به حدی بود که لیگ برتر فوتبال انگلیس که پربیننده ترین لیگ فوتبال جهان هم هست، نمیتوانست استادیوم ها و سرنوشت لیگ را نیمه کار رها کند. تا قبل از اینکه همه گیری کرونا مسابقه های ورزشی رو قطع بکنه، در یک استادیومی مثل این در روز مسابقه 60,000 نفر جمع می شدن. اما حالا در روز مسابقه فقط 300 نفر می تونن اینجا حضور داشته باشن. از نظر ایمنی کرونا استادیوم رو به سه بخش سبز، زرد و قرمز تقسیم کردن. در قسمت قرمز که شامل رختکن ها و زمین مسابقه است، فقط 105 نفر می تونن حضور داشته باشن. اون هم بعد از اینکه دمای بدنشون رو چک کردن. اما با شروع مسابقه ها شاید خیلی مسائل فراموش شود و در همین روز اول از سرگیری لیگ یکی از مهمترین بازی ها برگزار می شود. وقتی آرسنال، تیم پرطرفدار لندن که امسال نتایج خوبی نگرفته، به شمال انگلیس می رود تا با منچستر سیتی، تیم دوم جدول و مدافع قهرمانی روبرو شود.
منچستر سیتی که 25 امتیاز از لیورپول سردنشین کم دارد میخواهد تا جایی که میشود تلاش کند، ولی مشکل اینجاست که در همین مسابقه اول با آرسنال مربی حریف اطلاعات خوبی از منچستر سیتی دارد و میتواند برای آنها درد سرساز شود. خیلی هیجان زدم که دوباره میکل آرتتا رو میبینم. یکی از بهترین آدمهایی که میشناسم و در موفقیت سالهای اخیر ما نقش مهم میداشت. از پپ خیلی چیزا یاد گرفتم. دوران فوق‌العاده‌ای با هم داشتیم. البته لحظات سختی هم داشتیم. کلن تجربه کار کردن کنارش عالی بود. یکی از سخت‌ترین چالش‌های لیگ برتر انگلیس اما برگزاری مسابقه‌ها بدون تماشاگر است. هوادارانی که هیچ وقت تیم محبوبشان را تنها نمی‌گذاشتند، حالا اگر خوش‌شانس باشند، در استادیوم حضوری مقوایی خواهند داشت. اگر هم خیلی خوش‌شانس باشند، از طریق ارتباط تلویزیونی. هدف این که تا موقعی که شرایط دوباره عادی بشود، جو قبل از کرونا را در استادیوم‌ها بازسازی کنند. پوریا جعفر، BBC لندن. آمار رسمی مبتلایان کرونا در افغانستان به حدود 27 هزار مورد رسیده، اما به نظر می‌رسد شمار واقعی بیشتر از اینها باشد. کابل پایتخت که پرجمعیت ترین شهر افغانستان است، بیشترین آمار ثبت شده را دارد. یکی از هزاران نفری که در این شهر به بیماری کووید 19 مبتلا شده، بلال نوری خبرنگار افغان است. او در این ویدیو از تجربه اش در مورد درمان این بیماری می‌گوید. همین لحظه که همراه شما صحبت میکنم مبتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 هستم. بلا فاصله وقتی آزمایش دادم و به این اتاق آمدم. حالا با خانواده وقتی صحبت میکنم این پنجره را در نظر گرفته صحبت میکنم. سیستم تنفسی ما با مشکل روبروست. امی که انسان در یک اتاق باشه، خانواده از پشت پنجره همراه ازو ببینه، این بسیار زیاد ناخوشایند است. پس از گذشت 10 روز از مبتلا شدنم با ویروس کرونا، حال وضعیت صحی خوب دارم، یعنی وضعیت صحیم رو به بهبود است. در طول 10 روز سیستم تنفسیم به حدی به هم خورده بود که گاگای با اکسیژن مصنوعی نیاز داشتم و مو قسم جاندردیم به حدی بود که به نماز استاده شده نمیتونستم، به می دلیل نماز خود شیشته ادا میکردم. سردردی، تب بسیار شدید، چشمای می طرفی طرف درد داده نمیتونستم، سرفه بسیار شدید داشتم. ولی بعضی از علائم شال مانده بخصوص از جاندردی و سردردی. هیچ چیزی از ویروس کرونا بر انسان خوشایند نیست. پشت تمامی اعضای خانواده، پشت دوستایم که همه روزه اونا را می دیدم، بسیار دق شدم. هرچند که از طریق موبایل یا شبکه‌های اجتماعی در تماس می باشیم، صحبت میکنیم با هم، اما باز هم به لذت دیدار از نزدیک نمی رسه. پیش از اینکه مبتلا شم با ویروس کرونا با دوستایم می دیدم، آنها را با دفتر می خواستم، می رفتیم به رستوران ها و مقسم کنواردی می کردیم، فوتبال می کردیم، اما کرونا از وقتی آمده خیلی چیزها را از ما گرفته. پشت وظیفم، پشت کارم بسیار دلتنگ شدم. هرچند که گاگای کارهایم از خانه هم انجام می دادم، کارهایی که مربوط به دفتر می شد کوشش می کردم که در روزهای قرنطینه هم انجام بدم، اما بسیار پشت کارهایی که در دفتر، در خود دفتر انجام میشد دق شده. که همچنین نام یک آهنگ جدید از میثاق مرادی، خواننده ایرانیه که موسیقیش رو محسن نامجو ساخته. این کار در دوران کرونا تهیه شده و هر کدام از اعضای گروه از گوشه ای از دنیا از راه دور با هم همکاری کردند. این آهنگ قبلا جای منتشر نشده و برای اولین بار در 60 دقیقه پخش میشه. قسمتی از اون رو فعلا با هم ببینیم.
نما که همچنی هر که ز ماه گویدت بام برا که همچنی هر که پری طلب کند چهره خود بدون نما هر که ز مشک دم زند زلف گشا که همچنی هر که بگویدت ز محب چگونه باشد باز گشا گره گره بند قبا که همچنی گرز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنی میثاق مرادی خواننده و پژوهشگر موسیقی از لندن با ماست. خانم مرادی خوش آمدید به برنامه. در وهله اول از اینجا شروع بکنیم که این اثر چطور متولد شد؟ ایده اولیه به تبع مال محسن بود و خب پیش از شروع این بیماری کرونا و همگیر شدنش محسن من محسن با هم صحبت کردیم که این کار رو من بخونم، منتهاش اجرا و به اصطلاح ضبطش و همه اینها در دوره افتاد به موقعی که بیماری کرونا شروع شده بود. و بگید که چطور پیش رفت، خصوصا که به هر حال به خاطر کرونا دیگه سفر غیر ممکن بود و شما و احتمالاً نوازنده ها در جاهای مختلف دنیا بودید، چطور تونستید که از راه دور این اثر رو خلق کنید؟ بله، واقعیتش اینه که اگر حتی کرونا هم پیش نمی اومد، ما به خاطر بعد جغرافیایی که داشتیم، من اینجا در لندن، محسن نامجو آهنگساز این قطعه که در نیویورک، محمد تالانی که کار تنظیم و میکس کار رو انجام داد در برکلی کالیفرنیا امریکا بود و ویدیو در تهران تهیه شد، یعنی ما ناگزیر بودیم حتی اگر اتفاق هم نمی افتاد که به همین شیوه کار رو پیش ببریم. ولی طبعا توی این دوره هم از هم پروتکل کرونا و تولید موسیقی در دوران کرونا و استفاده از اینترنت و به اصطلاح ابزارالات آنلاین با هم دیگه در تماس بودیم و تونستیم که این کار پیش ببریم و تولیدش بکنیم. محسن نامجو رو بیشتر با من آهنگساز و خواننده میشناسن، چی شد که این بار فقط در نقش آهنگساز همکاری کرده با تو؟ والا حقیقتش این اولین پروژه نیست که من با محسن کار کردم، قبل از این هم یک پروژه دیگه کار کردیم، منتها من فکر میکنم که به اصطلاح روال عادی بلوغ یک موزیسین هستش که یعنی از یک جایی به بعد شاید بخواد صرفاً با آهنگسازی رو بیاره و یک قسمتی از کارهاش رو بده به خوانندگان دیگه، حالا موزیسین مؤلف مثل محسن که هم خودش میساخته هم خودش میخونه و اجرا میکرده، بخواد که از خواننده‌های دیگه باهاش کار کنن. این بار تصمیم گرفت که این کار رو بده به من بخونم، چون قبل از اونم یک پروژه با هم کار کرده بودیم و محسن فکر کرد که این کار هم به کاراکتر من هم به صدای من میخوره، به علاوه اینکه شاید من فکر میکنم اینو که میخواست با یک خواننده کار کنه که صدا و سبکش هنوز خیلی شاید شناخته شده نیست و این به هر حال بتونه معرفی یک دوره ای از هم کریر محسن نامجو و هم من به عنوان خواننده کارش باشه. موزیک ویدیو هم موزیک ویدیوی بسیار به یاد ماندنیه، اون چطور شکل گرفت؟ اشاره کردید که در ایران ساخته شده. بله، موزیک ویدیو رو آقای سارمی و تیمشون ساختن در تهران. ایده این داستان اولیه موزیک رو من نوشتم، منتهاش موقعی که می‌خواستیم تهیه کنیم و من با آقای سارمی تماس گرفتم و قرار شد که تهیه بشه، خب به طبع اونا یه سری تغییرات درش دادن، هم در داستان کار هم در به اصطلاح شکل پیاده سازیش، منتهاش که به این ترتیب در اومد و خب خود ما خیلی راضی بودیم، یعنی نتیجه کارش رو خیلی دوست داشتیم. شاید اصلا با ایده اولیه که توی ذهن من موقع نوشتنش بود فرق میکرد محصول نهایی، ولی خب به هر حال در نهایت چیزی در اومد که همه ما خیلی راضی بودیم ازش. برنامه برای ادامه همکاری با این تیم دارین؟ بله، در روزها که نمیتونم بگم ولی در ماه آینده بله حتما یک سری کار جدید ارائه خواهیم کرد، حتما با هم دیگه با همین تیم، حالا یا با یه سری تغییرات کوچیک، ولی هسته اصلی تیم همین افراد خواهند بود.
متشکرم میثاق مرادی و بسیار تشکر میکنم از اینکه اجازه دادید اولین بار این قطعه شما در 60 دقیقه بی بی سی فارسی پخش بشه. دعوت میکنم از بینندگان ما که قسمتی دیگه از آهنگ که همچنین رو با هم ببینن. همچنین هر که ز ماه گویدت بام برا که همچنین هر که پری طلب کند چهره خود بدون ما هر که ز مشک دم زند زلف گشا که همچنین بیننده اثر که همچنین به خوانندگی میثاق مرادی و آهنگسازی محسن نامجو بودید که برای اولین بار در 60 دقیقه امشب پخش شد. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. توییتر، اینستاگرام و تلگرام بی بی سی فارسی رو هم توصیه می‌کنم دنبال کنید برای آخرین خبرها. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.